سلام به روی ماهتون، به کانال شری ونس خوش اومدین. شری ونس و ویدیو جدید رقص مهمونی. امیدوارم که خیلی خیلی خوب باشین و این ویدیو ویدیو سوم رقص مهمونی هست. دو تا ویدیوی قبلی هم داریم، شماره 1 و 2، تو هر کدومش یه سری حرکت‌های مجزا درس داده شده که با یاد گرفتن این حرکت ها میتونید تو مهمونی بر اساس آهنگ و ضرب آهنگ و حس حالتون حرکت هایی که یادتون میاد رو انجام بدین. ولی خب اگه این حرکت ها رو خیلی خوب مسلط بشین میتونید خیلی متفاوت از بقیه برقصین. توی این ویدیو هم یه دوتا حرکت پا و دستش رو و حرکت چرخش رو بهتون یاد میدم. یادتون باشه خوب تمرین کنید تا حرکت ها خوب روی تنتون بشینه. رقصیدن توی مهمونی برای اینکه جمعیت زیاد هستش یه مقداری با رقص تکی و اجرای هنری فرق میکنه. حرکت ها باید کوچیکتر انجام بشه. یادتون باشه اگر دارین با کسی میرقصین حتما ارتباط چشمی برقرار کنین، لبخند بزنین و اون انرژی خیلی خوب رو با هم دیگه رد و بدل کنین. قبل از اینکه بریم با هم دیگه شروع کنیم، حتما با اون انگشت خوشگلتون سابسکرایب کنین، با اون انگشت خوشگلتون دوباره زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما اطلاع پیدا کنید. اگر ویدیو رو دوست دارید چی؟ با دوستان و عزیزانتون حتما به اشتراک بذارید. بریم که با هم دیگه شروع کنیم. خب میریم با هم دیگه شروع میکنیم رقص مهمونی. هر سه تا حرکت داریم که پای ضرب در رو میخوایم، یعنی بیت حرکت همون پای ضرب در هستش. توی حرکت اولمون ببینی حرکت به چه صورت هستش. پای راست رو میارید ضرب در میذارید جلو پای چپ، پای چپ رو یه کوچولو باز میکنید، از اینجا باسن رو دروم میدیم بالا. حرکت باسن به سمت بالا، ضربه باسن توی ویدیوهای قبلیه که آموزش حرکات رقص هستش. اگر نمیدونین چطور انجام بدین برید اون ویدیو رو ببینین و خوب یاد میگیرین. پس میشه راست ضرب در جلوی پای چپ، پای چپ یه کمی باز میشه، باسن بوم میره بالا. حالا همین پای چپ رو ضرب در میذارین جلو پای راست، بعد میایین پا رو دو پای راست رو باز میکنین، باسن بوم میره بالا. خب حالا همین پای ضرب در رو میخوایم بذاریم عقب. پای راست رو ضرب در میذارم پشت پای چپ، بقیهش مثل قبل بوم بالا. حالا پای چپ رو ضرب در میذارم پشت پای راست، میشه بوم بالا. حرکت رو به خاطر اینکه رقص مهمونیه و فضا ممکنه کم باشه، کلن دو تا جلو دو تا عقب انجام میدیم که تو 8 تا ضرب میشه. میشه 1 2 3 4 برو عقب، 5 6 برو عقب، 7 8. یه بار حرکت رو از این ور میرم، هنوز حرکت دستش رو نگفتم ها، که ببینید دقت میکنید. میشه 1 2 3 4 میریم عقب، 5 6 7 8. حالا حرکت دستش چیه؟ وقتی پای راست رو میارم جلو، باسن که میخواد بره دست راست میاد کنار گوش، دست چپ کمی باز میشه بالا. حالا دست و پا عوض میشه، میشه سمت دیگه. پس میشه 1 2. میتونید یه ذره مچ دست رو بیارین جلو بچرخونین و دست میاد عوض میشه، یعنی میشه 1 2 3 4. بعد دوباره این مچ دست رو، حرکت مچ دست دوباره تو ویدیوهای حرکت یا ویدیوی هستش مخصوص حرکات مچ دست، تو اون میتونین یاد بگیرین. خب بعد اگر که نخواین مچ دست رو برین، فقط میتونین برین 1 2 3 4، درسته؟ دست همینجور از اینجا میاد عوض میشه. ولی اگه خواستین مچ دست رو برین، یه ذره حرکت دستتون باید سریعتر باشه. میشه 1 2 3 4 5 6 7 8. خب پس میشه صادر رفت یا میشه با مچ دست وسط. من جفتشو میرم، میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 یا 1 2 3 4 5 6 7 8. یادم رفت برم عقب. حالا اگه بخوایم پس با مچ دست، با فقط اومدم حرکت ها رو جلو، با چرخش مچ دست بریم میشه چطوری؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. خب توی فضای کم قدماتون رو کوچیک برید، نه خیلی بزرگ. اما حرکت بعدیمون دوباره پای ضرب دره، ولی دقت کنید این دفعه دوتا قدمه. چجوری؟ پای راست میاد جلوی پای چپ، میشه 1. پای چپ رو از عقب دوباره میذارید یه ذره به سمت چپ و 2.
پس دقت کنیم میشه 1 و 2 که اون وای پای چپمون داره تو جهتی که میریم حرکت میکنه، چون الان با پای راست داریم، میشه 1 و 2. حالا تو این حرکت کاری که میتونیم بکنیم خوشگل ترش کنی، باسن رو هم میتونی یه ذره بچرخونید 1 2، یا میتونین ساده برین 1 2. اگر آهنگ یه جوری هستش که میطلب به حرکت باسن یه ذره بیشتر باشه، میتونید برید 1 2. اگر نه میتونید ساده کوچولو برید. تو این حرکت های پای ضرب در خیلی پیش میاد که راحت مچ پا رو به سمت داخل میچرخونید، مثلا اینطوری میرید. یادتون باشه دقت کنین که مچ پا به سمت خارج یا مستقیم باشه، چه پای عقبی چه پای جلویی، پای راست به سمت راست، پای چپ به سمت چپ. پس میشه 1 2. حالا از اینجا پای چپ میاد جلو، 3 4. خب 3 4، یه بار پا رو میذارم جلو، یه بار میذارم بغل، با هر کدومش باسن یه بار میره بالا، 3 4 5 6 7 8. این حرکت تکرار میشه برای این بار. پس میشه 1، اول میریم رو قدم وسط رو یه بار تمرین میکنیم، 1 2، چپ میاد 1 2، راست میاد 1 2، 1 2. قسمت دومش رو اگه بخوایم تمرین کنیم، پای راست میاد جلو، باسن بالا، پای راست یکم میاد بغلتر، باسن بالا، چپ جلو، باسن بالا، بغل، باسن بالا. حالا این رو با هم دیگه تلفیق میکنیم، میشه 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. حالا دستش چیه؟ زمانی که دارین ضرب در رو میرین، اگه دامن یا پیراهن تنتونه میتونین پایینش رو بگیرین، یا دست میتونه همجور ریلکس کنار بدنتون باشه. خب پس میشه 1 2، دوباره دستش مثل دست قبلی، 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. من یه بار از این برم حرکت دست رو جهتش رو ببینیم، میشه 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب پس یه حرکت اول رو یاد گرفتیم، اینم حرکت دوممون. حرکت بعدی اون حرکت چرخش هست، اما چرخشمون مثل چرخش های قبلی که یاد دادم تو ویدیوهای، یه ویدیو هست اصلا مخصوص چرخش، چطور رفتم انواع چرخشه که یکیش ساده است، مثل الان میمونه پای راستم به سمت راست باز میشه، پاها رو میذارم کنار هم دیگه، با استفاده از عضلات کور و هسته مرکزی میچرخم روی 4 شمال، خیلی هم لازم نیست تند بچرخیم. بعد پای چپ رو باز میکنم و از روی پای راست و به سمت چپ میچرخم، درسته؟ خب حالا تو چرخشتون خیلی کارهای مختلف میشه کرد. میشه دست رو اگر دامن تنتونه به دامنتون بگیری، میتونید دست رو بذاری زبدر روی شونه هاتون وقتی میچرخین، دست میتونه کمی باز باشه، خیلی باز نباشه، ممکنه بخوره به بقیه، درسته؟ دست میتونه بره زیر موهاتون. خب خیلی حرکت های مختلف میشه کرد، دست میتونه خیلی راحت اصلا کامل کناره بدن باشه و باهاش بچرخین. یادتون باشه موقع چرخش هنوز چرخشتون شروع نشده، مثلا به طرف مقابل نگاه کنید بعد بچرخین، حرکت سر و رفس مو خوشگلتر میشه اگه موهاتون باز باشه. پس حالا میخوایم این صدا حرکت رو اگه بذاریم کنار هم دیگه، پشت سر هم بریم، چون میخوایم با آهنگم تمرین کنیم، چجوریه؟ اینا تمرینیه، لزومی نداره این حرکت همه پشت سر هم بره، میتونین جدا جدا هم برین، با ویدیوهایی با حرکت‌های قبلی ویدیوهای دیگه هم میکس کنین. حالا توی ویدیوی بعدی رقص مهمونی 4 میخوام همه این حرکت‌ها رو میکس کنم با آهنگ برم ببینین که به چه صورت هست، یه ریویو هم میشه. پس بریم از اول، حرکتمون بود 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. حالا از اینجا پای راست با پای راست میچرخم، 1 2 3 4 5 6 7 8. دوباره تکرارش میکنم، پای راست میاد جلو، چپ باز میشه، یه بار اینو به پشت به دوربین، یعنی رو به اون ور هم میرم،
که شما ببینید حرکت به چه صورته. خب دقت کنید، با پای راست شروع کنم، درسته؟ 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 خب چرخش رو من آروم گذاشتم که راحت تر بچرخین. حالا با توجه به ضرب آهنگم باز میتونید سریعتر و آهسته تر بچرخید. پس بریم با هم دیگه شروع کنیم حرکت ها رو با یه آهنگ بریم. اگر نظری پیشنهادی دارید حتما حتما بگید. آهنگ با آهنگ‌های مختلف حرکت ها رو تمرین کنید. خواهش میکنم سعی کنید که با ریتم آهنگ برقصید، نه خیلی شل و آهسته تر از ریتم، نه خیلی مثل این کسایی که عجله دارن و همیشه از ضرب آهنگ جلوتر هستن. تمام قشنگی اینه که شما هماهنگ با ضرب و ریتم آهنگ برقصید. اگر گفتم پیشنهادی دارین، نظری دارین، سوالی دارین، حتما حتما به ما بگید. بازم ممنونم تو این ویدیو همراه من بودید. سابسکرایب یادتون نره، زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن یادتون نره. حتما حتما کانال ما رو به بقیه هم معرفی کنید. توی ویدیوی دیگه منتظرتونم.